وقت به خیر بیننده ای حرف آخر هستید با من پوریا زراعتی همطور که در خبرها شاید چند روز گذشته شنیده باشید دفتر لندن ایران اینترنشنال به دلیل مسائل امنیتی و توصیه پلیس بریتانیا برای مدتی تعطیل هست و تمام برنامه های زنده به دفتر واشنگتن این شبکه تلویزیونی منتقل شده برنامه حرف آخر اما به صورت گفتگوهای ویژه‌ای که من با مهمانان ایرانی ضبط می‌کنم تا اطلاع پخش خواهد شد و من در استودیو برای مدتی در خدمتتون نخواهم بود مهمان این گفتگوی ویژه یکی از برجسته ترین متخصصان ایرانی هست که حتما اسمش رو شنیدید در حوزه آب و محیط زیست که به تازگی یکی از مناسب مهم سازمان ملل متحد رو از آن خودش کرده و در یکی از مهمترین مسئولیت ها اونجا برای سه چهار هفته هست که در واقع کارش رو شروع کرده و مطمئنا یکی از تاثیرگذارترین‌ها ها خواهد بود در آینده نزدیک در حوزه آب در سطح بین المللی این بار پروفسور کاوه مدنی رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد که معروف هست به اندیشکده آب این نهاد معتبر بین‌المللی خیلی خوشحالم که برای دومین بار با همدیگه گفتگو میکنیم پنج سال از آخرین باری که با هم صحبت کردیم تقریبا گذشته اون موقع به تازگی بود که از ایران خارج شده بودید به نظر میرسه کاری که میخواستید تو ایران انجام بدید و اون احساس وظیفه‌ای که میکردید و به خاطر اون اصلا از لندن برگشته بودید تهران و اون مسئولیت رو قبول کرده بودید الان در جای دیگه ای شاید بخواید به نحو دیگه ای و در سطح بینومدلی انجامش بدین احساس خودتون چیه؟ بهمن ماه دیگه بعد بگیم هیچی <laughs> اون مترجم پس باید حتما باشه اینجا که بگه شما کامنتی نداری ترجمه اشتباهی هم شد از اون هیچیه معروف در هواپیمای ایر فرانس ولی واقعیت حالا من اون روزی که میرفتم سر کار چند هفته پیش اول فوریه به این قضیه فکر میکردم به خصوص اینکه گرفتاری های اوج گرفتاری های من در زمان کار در ایران شاید میشه گفتش که دو همون ماه بهمن ماه پیش اومده بود و دوستانه محیط زیستی زندانی شده بودن آقای مرحوم کاووس سید مامی همون موقع اخبار اون اتفاق تلخ در واقع در اومد همون روزها در موردشون فکر میکنم اون موقع خیلی احساس متفاوت بود و بیشتر ذوق داشتم شاید بچه تر بودم شاید دنیا رو نمیشناختم به هر صورت فکر میکنم اون چیزی بود که سالها در مورد براش انتظار میکشیدم اتفاقا موقعی که بعد از چند ساعت که بعد از, از هیترو رسیدم تهران و دستگیر شدم به اونا میگفتم که من با چشمان خلاصه پر عشق یا چشمان حالا خیس به سمت ایران اومدم ولی اون روز فکر میکردم اون روز فکر میکردم که چرا این اتفاق تو کشور خودم نیفتاد و ام، حالا در خارج از کشور این مسئولیت به من داده شده خوشحال هستم به خاطر اینکه ایران بخشی از جهانه و هر کاری که برای جهان بکنم اگر بتونم بکنم حتما یه تاثیری روی ایران داره و امیدوارم که بشه همچنان ادامه داد همون جوری که تو این پنج سال گذشتم بعد از خروج از ایران سعی کردم برای ایران کارهایی که میتونم و انجام قطعا همینطور اولا تبریک واقعا بهتون اولین گفتگوی تلویزیونیتون است بعد اینکه این سمت رو عهدهدار شدید ریاست هندشکده آب سازمان ملل متحد نگرانی اصلی الان در حوزه آب و محیط زیست چه هست میدونم که بر حال توی مسئولیت بیشتر در بعد بین المللی فعال هستی ولی یه مقدار این گفتگو رو ما محدود بکنیم با توجه به بیننده های این گفتگو که ایرانی ها هستند به حوزه ایران هشدار میدادی از سالها پیش جز کارشناسان و متخصصینی بودی که هشدار میدادید نسبت به وضعیتی که در ایران هست چه در حوزه آب چه در حوزه اکو سیستم های دیگه و حیات وحش و در همه زمینه ها و خیلی از اون پیش بینی ها هشدار ها و نگرانی ها درست از آب در اومد و الان ما شاهدش هستیم که داره متاسفانه در یک سطح وسیع اتفاق میفته الان ایران کجاست آقای دکتر مدنی در ارتباط با حوزه محیط زیست؟ ایران متاسفانه وضعیت محیط زیستش مثل بخش های هر روز بدتر و بدتر میشه ما مشکلی داریم به نام انباشت مشکلات یعنی مشکلاتی که هی دارن تلمبار میشن و تو رویای ساده ساز ما فکر میکنیم یک روزی میاد که میتونیم همه اینها رو حل کنیم به راحتی اما محیط زیست یا طبیعت مثل بدن ماست اگه شما تمام عمرتون ورزش نکنید گوشت قرمز بخورید غذا زیاد بخورید سیگار بکشید الکل بخورید یه دفعه 50 60 سالگی تصمیم بگیرید که حالا از این به بعد من میخوام سلامت زندگی کنم شاید شانس نشه شاید اصلا عمرت قد و, و مسئله ای که ما الان با ایران داریم همین تحلیل یعنی اون جسم ایران داره فرسوده تر و فرسوده تر میشه شاید به جایی برسه که این جسم از کهولت از بین بره به خاطر همه این فشارهایی که روشه و نگرانی و دقدقهی منم همینه که چیزی باقی نماند برای درست شدن و طبیعت با ما خیلی مهربونه با ما کنار میاد سعی میکنه خودش رو تطبیق بده با خودخواهی های ما اما یه جایی کم میاره و دیگه نمیتونه و اون لحظه خیلی لحظه خطرناکی خواهد بود و من برای ایران نگرانم برای خیلی از کشورهای دیگه هم نگرانم در عرصه بین المللی میدونیم که ما کنفرانس آب سازمان ملل رو داریم در ماه آینده در نیویورک و این کنفرانس مهمی خواهد بود برای حوزه آب هنوز نمیدونیم که در چه سطحی دولت ها به این اقبال خواهند داشت اما آب بیشتر و بیشتر داره دیده میشه در عرصه بین المللی به عنوان یکی از منابعی که سالها در موردش بی تفاوت بودیم یک سال و نیم پیش شانس این رو داشتم که به عنوان یکی از چند, چند معدود متخصصانی که پشت درهای بسته برای در واقع آقای،, آقای, گوترش دبیر سازمان باید میرفتیم در مورد آب صحبت میکردیم این رو این رو بگم به ایشون که ما بله ما دغدغه داریم به عنوان تامین آب که تو ایران هم هنوز هست ما در بسیاری از نقاط ایران هنوز در تامین آبه آشا سال سالم آب بهداشتی دوچار مشکل هستیم اما یه دغدغه‌ای که جوان بهش نپرداخته و اون همون ورشکستگی آبی است که سالها در موردش صحبت میکنم آب ما خیلی از جاهای دنیا کم آوردیم اون میزانی که آب میخوایم برای نیازمون کافی نیست و این میتواند اتفاقات بدی رو رقم بزنه مهاجرت ها تنش ها و اختلافات و انواع و اقسام مشکلاتی که در ایران خودمون تو همین چند سال گذشته زیاد دیدیم و نمیدونیم چه جوری باید حلشون کنیم بسیار جالب و در این حال بسیار ترسناک شاید چون اون نگرانی که راجبش الان توضیح دادی توی مصاحبه چند سال پیشمون هم بهش اشاره کردی ولی شاید اون خطر الان خیلی نزدیکتر هست با اون مرحله ای که اون موقعم راجعش همین هشدارها رو میدادیم خب یه تناقض یا یه چالشی که توی صحبت شما الان من میتونم پیدا بکنم اینه که انقدر نگرانی هست ولی توی این پنج شش ماهی که به خصوص از این جنبش انقلابی در ایران با قتل محسا امینی شما به عنوان کسی که توی این حوزه تخصص داری و اغلب مطالبی که به اشتراک میذاشتی یا راجبش صحبت میکردی یا مینوشتی در این حوزه بود کمتر راجبش میگی و مینویسی چرا؟ خیلی اتفاقا مشاهده خوبی است و مشاهده جالبی است و فکر میکنم که توضیح میخواد یه متخصصی که با مردم ارتباط داره باید درک بکنه که مردم به چی فکر میکنن در هر لحظه و دقدقشون چیه که اون چیزهایی که شما میخواین من ایرانی رو ازش بترسون، بترسونین بترسون اصلا برای من ترسناک نیستن یعنی دقدقه های من در در به عنوان یک ای ایرانی در ایران با هزار جور مشکل دیگه اون چیزهایی نیست که شما در یک کشوری که در این در صلح و اینا زندگی میکنین دغدغتونه دق بنابراین حرفی که تو میزنی اصلا موی من رو سیخ نمیکنه البته من که مو ندارم ولی ترسی در من ایجاد نمیکنه خب حالا بیایم ببینیم من اگر در این روزها که مردم ما برای در واقع پای ای ترین حقوقشون دارن فریاد میزنن و دغدغه دق چیزهای دیگری است جایی که دارم انسانها رو میکشم بیام از این صحبت کنم که مثلا گله کنم که به حقوق حیوانات داره تضییع میشه من ترجیح میدم در اون شرایط بپردازم به دغدغه جامعه خودم همراه بشم باهاشون همون همون چیزها رو ببینم و زمانی که درست است راجع به این صحبت کنم این معنیش این نیست که در پنج ماه گذشته شش ماه گذشته بنده کاری در حوزه محیط زیست نکردم و بهش نپرداختم مثال خوبش در مورد ایران اتفاقا یک مثال دیگری است ببینید ما در در این ور دنیا دائم از این میگیم که گوشت قرمز نخورن آدم ها نه تنها برای سلامتیشون خوبه بلکه به, به کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک میکنه اما من اینجا این رو میتونم بگم به کسی که متمول قدرت انتخاب داره و میتونه بین سالاد سبزیجات و گوشت انتخاب بکنه اما من این رو نمیتونم برم به مردم ایران بگم اگر بگم فکر نکردم به دغدغه اونا جایی در مورد جایی دارم صحبت میکنم که مردم ممکنه آرزوشون باشه بعضی از پدر مادرها که به بچهشون گوشت بدن اه. یک ماه دو ماه سه ماه من اینجا نمیتونم صحبت کنم از اینکه مردم ما حالا میتونیم در آینده حشرم بخوریم قصه نخوریم یا سبزیجات بخوریم باید زمان سنج بود و دیدیم که ما یکی از بزرگترین سطح های کشور در چند روز گذشته اسنادش اومد بیرون که آبگیری شده و و رد کسی... میکردن خود شما تصاویر ماهواره ایش رو منتشر و... کردید که ولی... گردن بگیرن ولی ولی شما نگاه بکنید جامعه حساس نبود بهش برای اینکه انقدر حساسیت های دیگه ای داشت انقدر مسائل دیگه ای داره میرنجونتش که دیگه وقت ندارد به این قضیه فکر کنه و این خیلی چیزی طبیعی است این معنیش این نیست که مردم به ما براشون محیط زیست مرسی. مهم نیست سوال بعدی من آقای دکتر مدنی اتفاقا شاید بی ربط نباشه به این صحبتی که شما در این پاسختون مطرح کردید توی این بیش از پنج ماهی که از انقلاب ایران میگذره شاید کمتر توجه شده به در واقع یه هم در شعارها هم در در حال در هایی که از طرف مردم و همطور چهره ها مطرح میشه کمتر توجه شده به مسئله محیط زیست ایران و اینکه شاید یکی از دلایل مهمی که جمهوری اسلامی دیگه حکومتی نیست که بتونه بر ایران حکومت بکنه این در واقع وضعیت زیست محیطی ایران هست که اگه ادامه پیدا بکنه اصلا ایرانی شاید دیگه نباشه که به قول شما که گفتی دیگه به اون مرحله برسه که اصلا دیگه راه درمانی برای این بحران ها نباشه اخیرا نشستی در جورجتاون بود حامد اسماعیلیون اونجا مشخصا راجع به عدالت زیست محیطی صحبت کرد به عنوان یکی از چهره های سرشناس مخالف رژیم و همینطور در کنفرانس امنیتی مونیخ شاهزاده رضا پهلوی علنا گفت که در واقع راجع به خطرات و های زیست محیطی که ایران رو تهدید میکنه قصد داره که در دیدارهاش با سیاستمداران در واقع جامعه جهانی صحبت بکنه چون خطر در واقع نابودی زیست بوم ایران خطری هست که در نهایت ممکنه هم با امواج مهاجرت و تبعات دیگه منطقه و دنیا رو هم تحت تاثیر قرار بده خوشحال هستید از این توجهی که داره میشه از طرف شخصیت های سرشناس مثل شاهزاده رضا پهلوی و همطور اگه بتونن در بطن جامعه این گفتمان رو به وجود بیارن که آقا محیط زیست هم یکی از مسائلی هست که واقعا شاید در این انقلاب باید بهش توجه کرد خب طبیعتا هر،, هر, شخصیت سیاسی در داخل و خارج در مورد محیط زیست صحبت کنه و از اهمیتش بگه برای من خوشحال کننده است برای آدمی که به هر حال هزینه داده برای اون بچه که تو زندانن این رسیدن به این نقطه آدمها براش جان دادن زحمت کشیدن سوختن و خلاصه این یک دستاورد شاید میشه گفت هست اگر صحبت در محیط در باره محیط سیست شعاری نباشد اگر واقعا این اعتقاد وجود داشته باشد که عدالت محیط زیستی یکی از محورهای در باقی تغییراتی است که در ایران باید رخ بده به هر صورت و هر گونه ای که در آینده رخ بده اون موقع میشه خوشحال بود به خاطر اینکه ما میشه در عمل هم دید این 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 سو... توجه امید، امیدوار کننده است از اینکه این توجه فقط یک توجه شعاری نیست حالا صحبت میشه که در شعارهایی که داده میشه محیط زیست نبوده شاید بشه گفت به صورت عیان بیان نشده محیط زیست تو ف... فوشا نه. که قطعا نبوده شعارهای ناسزاگونه تو شعارهای دیگر که مستقیم سمت آقای خامنه ای هستن. ولی ولی میگن هر کسی از زن خود خلاصه شد یار من برای منی که در این حوزه کار میکنم در زن زندگی آزادی محیط زیست وجود داره یعنی اولا در هر سه رکنش وجود داره ما ولی در زندگی به طور خاص محیط زیست اصلا هست یعنی برای رسیدن به اون آرمان برای در واقع اون روز قشنگی که همه از در آرزو میکنن برای ایران موفق ایران شاد مردم شاد و در واقع خوشحال و سلامت باید محیط زیست هم سلامت بمونه و پایدار بمونه اینکه بفهمن آدم ها که اگر ایران زمین سوخته شود من این رو چه, چه رهبران کنونی ایران چه رهبران آینده ایران بفهمن که اگر ایران سوخته باشد دیگه اصلا مهم نیست که شما موشک داری یا نداری یا ارتباطت با خارجی چیست یا چگونه است یا ایران تجزیه شود یا نشود و من قول میدم قول میدم که ایران یک شبه سوئیس نخواهد شد الان اینجوری ما الان جا انداختیم که مشکل مشکل فقدان دکتره یعنی ما یه مریضی داریم که خیلی باز دوباره وضعش خرابه و اینو رو دکترش رو عوض کنیم حالش خوب میشه در حالی که این مریض رو سی سالگی با مشکلاتش برسونی به دکتر با شست سالگی خیلی فرق داره و دکتری که تو سی سالگی میتونه اینو نجات بده در شست سالگی نمیتونه اینو نجات بده بعضی از مشکلات ما الان اینگونه هستند حالا اون حالت کوچه است ما در بعضی جاها رسیدیم به این شرایطی که نه پس داریم نراه پیش یا به زودی به این نقطه میرسیم که هر جا رو دست بزنیم جای دیگر دو چار مشکل پس این در واقع یک چالش بزرگ برای در ساختار فعلی که همونطور که اشاره کردید خب خیلی بعید اصلا اتفاق بیفته در ایران آینده هم اگه به حال ایران بدون جمهوری اسلامی رو ما ببینیم چالش بسیار بزرگی خواهد بود که اطمینان به درستی شاید اشاره کردید که مشکلی نیست که یک شبه شاید بشه حلش کرد حالا خودتون چرا بیشتر درگیر این دقدقه ها یعنی در حوزه تخصص خودتون به خصوص اینکه تخصص شما مدیریت سیستم های پیشیده هست حالا همه بیشتر شما رو با حوزه آب و محیط زیست میشناسن ولی اون چیزی که در واقع تخصصی بهش میپردازید مدیریت سیستم های پیشیده است که محیط زیست یکی از اون سیستم هاست با توجه به تخصصی دارید تخصصی که دارید چرا خودتون رو درگیر نمی کنید بیشتر در اتفاقاتی که این روزها در جریان پرسید اولین پاسخ من بعد این باشه که مثلاً درگیری چه شما حزب سبز درست میکنید ام... چرا فکر تشکیل یک حزب سبز نیستید برای اینکه من باید یک چیزی داشته باشم برای ارائه من در مورد ایران خب من میتونم برم توییت بکنم شو... شلوغ بکنم شعار بدم هیجان ایجاد بکنم یه بخش ماجراست یه بخش اینه که اگر قدرت داشته باشم جرأت داشته باشم مسئولیت پذیر باشم مردم بریزید تو خیابون بیاد فلان خیابون اونم میشه یه داستانه دیگه من خودم رو در جایی میبینم که میخوام راه حل رو هم ارائه بکنم من شاید فکر نمی کنم که امروز راه حل دقیقی دارم چرا به خاطر این در همین بخش آب و محیط زیستی که سالها کار کرده ما آدم های زیادی به, ما، به من کمک کردن و همکاران مختلفی با من کار کردن در داخل و خارج از کشور ما هنوز به یک روایت درست از صورت مسئله نرسیدیم ما مشکل رو نمیتونیم تشریح کنیم چه جوری مریض رو ببری و اتاق عمل وقتی شهر حالش رو نمیدونی ما میدونیم که دکترش بده ما میدونیم که تخصصتون تحلیل ساختارها و یا در واقع مسائل پیچیده هست حالا اگه فارسی شد همون پیچیده میشه چرا یعنی الان شما میگی پس اگه راه هر نیست باید ولش بکنیم نه نه نمیگم اصلا اینو نمیگم من سالهاست که میگم فارغ از اینکه چه کسی حاکم ایران است چه کسی ایران رو مدیریت میکنه حکومت آینده ایران چه شکلی است این کشور به راه حل نیاز داره شرح مسئله میخواد من میگم آدم ها باید بیان امثال ماهایی که دلشون برای ایران میسوزه منم سوال خارج از آدم ها باید بیان, آدم ها شما, ها بیان. شما شما که حتما در باید. قالب سیاست بیاد این اینجاست فرق ماجرا حداقل تا روزی که من انتخاب نکردم که برم یک رهبر سیاسی بشم هرچند به خاطر سابقه من احتمالا سیاسی خواهم ماند تا روزی که بمیرم ولی ولی تا اون روز متخصصین باید برای ایران آنچه که درست هست رو بگن اما برای اینکه چیزی که درست هست رو بگن باید اول مطالعه بکنن من دارم میگم ما شرح مسئله رو در خیلی از موارد نداریم ما 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 چراها رو نمیدونیم ما فقط داریم نشانه ها رو میبینیم اقتصاد وضعش خرابه آیا امروز شما میدونید قیمت دلار من و شما میدونیم یا متخصصین اقتصاد ما در خارج کشور متفق قول میدانن که قیمت دلار ما در فلانجا تثبیت کنیم مشکل حل میشه میدونیم که الان نقدینگی رو ببریم بالا مشکل حل میشه من حرفم اینه که دغدغه‌م دق هم اینه که ما به این چیزها فکر نمی کنیم و یکی از ضعف های بزرگ در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج کشور شاید همین باشه یعنی توی این روزها که به خصوص خیلی مردم امیدوارتر هستند به اینکه پایان جمهوری اسلامی نزدیکه شاید در واقع فقدان حتی به قول شما شرح مسئله صورت مسئله در بسیاری از حوزه ها یکی از ضعف هستش که در واقع بسیاری از همین شخصیت ها هم خود شاهزاده رضا پهلوی و بقیه هم اشاره کردن به اینکه ما واقعا نیاز داریم که متخصصین رو دور هم جمع بکنیم و برای اون روز که جمهوری اسلامی نیست برنامه ریزی بکنیم چون به ما من شخصا تصورم برای اینه که ما هر صحبتی که داریم میکنیم در حوزه که جمهوری اسلامی نباشه چون به اینها حتی اگه متخصصینی هم باشن مثل شما که بخوان صورت مساله رو بنویسن و بشه ارائه بدن تجربه ثابت کرده که به حال اون پذیرش شاید در داخل ایران وجود نداشته باشه و شما اینجا نشسته بودی با پوزیشن دیگه با من صحبت ولی ببخشید حرفتون بله این 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 هست که همه میدونیم فکر میکنیم بر اساس تجربه که اونها اجرا نخواهند کرد بله. اما حرف من اینه که متخصص باید هدفش بله نه نه قام... شما نه حرف... شما حرفتون هدف... کاملا درست بود منظورم اینه که من الان دارم میگم چیزی که ما به حال ما راجع به چیزی که میتونیم تغییری ایجاد بکنیم یا میتونیم پیشنهاد بدیم تغییری ایجاد بشه صحبت بکنیم میتونیم الان این صحبت که شما مطرح کردی که به درستی اشاره کردیم مهم نیست الان این رژیم سر کار باشه یا نباشه مهم اون صورت مسئله به رای حل هست ولی خب ما اصلا تصور بکنیم که ما یه سری آدما رو سعی کردن خیلی ها که بگن و گوش بکنن و نکردن حداقل بریم روی کار بکنیم که ممکنه الان این گوش رو داشته باشن و بشنون و بخوان اقدام بکنن که کسایی هستند که به حال تلاش دارن ایران رو ببرن به سمت به ایرانی که دیگه این رژیم سر کار نباشه شما این بازوی فعالیت متخصصان در این تشکل‌هایی که داره شکل میگیره در حالا اطلاف همبستگی شورا هر چه واقعا سر اسمش هم الان یه دعوای بزرگی هست هر چی بگذاریم یکی از بحثهایی که مطرح میشه اینه که متخصصین هم باید به عنوان یک بازوی تخصصی بیان و کمک بکنن و همین صورت مسئله ها رو بنویسن و به راه ها فکر بکنن برای روزی که بشه این راه حل ها رو اعمال کرد شما نظرتون چیه راجع به اینکه باید اینها جمع بشن و فکر میکنید که چقدر این فضا مناسب هست برای اینکه این اتفاق بزرگ رخ بده چون همطور که اشاره کردید به نظر من شاید مهمترین کاریه که در این روزها باید انجام بشه درسته ببینید چ... چند تا چیز داریم که امروز رو متفاوت سخنرانی کرد ما امروز وضعیتمون از قبل بهتره از این لحاظ که خیلی از متخصصینی که به حال به خاطر شرایطی که میدونیم ترس هایی که دارن آدم رفت آمد میکنن به ایران می که هر حرفی بزنن بعدم شما وقتی که مثلا راجع بهبود اقتصادی میخوای صحبت کنی راه همه چیز سیاس سیاسی میشه سکوت رو انتخاب میکنیم مخاطر که هزینه داره اگه بیام در فضای مجازی یه چیزی بگم ممکنه فش بخورم اگر برم ایران یه چیزی بگم یا در خلاصه اگر رفت آمد میکنم بیام در یه رسانه لندنی صحبت کنم گرفتار میشم اون شرایط وجود داشته که کار رو سختتر میکرده امروز یه تفاوتی ایجاد شده که احساسات هم ایجاد شده اونج... حتما من فکر کنم همه البته وظیفه که ما نمیتونیم آدم رو مجبور کنیم ولی اگر اخلاقا فکر کنیم عرفا فکر بکنیم و من فکر کنم که اصلا وظیفه رو بذاریمش کنار همه ما یک جوری اسمش رو می‌خوایم بذاریم مرض <تصفح> اعتیاد هر چیزی یه جای دلمون یه جای فکرمون درگیر ایرانه یعنی دلمون میخواد یه کاری بکنیم برای ایران و میشه یه پلتفرمی رو درست کرد برای اینکه این کارا بشه در جامعه دانشگاهی من سوالم اینه که این همه ما برنامه های مطالعات ایران داریم در آمریکای شمالی کدومشون تصویر ایران امروزی رو یک تصویر غیر سیاسی از ایران امروز ارائه میداد غیر سیاست زده منظورم این که قضاوت با عصبانیت ما خلاصه آمیخته نشده باشه یک روایتی که از بخش اندیشکده اینج... ای ایرانی نداریم دکتر ا... اندیشکده داشتن که خب بسیار از جا... سیاست گذاری ها تو اندیشکده ها انجام خب جمهوری اسلامی خب میدونی برای چیزی درست بشه اندیشکده ها مشکلشون که استقلالشون حفظ استقلالشون سخته حالا منظورم در خارج کشورها در خارج کشور چرا اندیشکده ای ایرانی نداریم تینک اون چیزی که میگم میگم بازم می می من میگم چون چون استقلال داشتنشون سخته ولی میشد در فضای علمی اینو داشت برای اینکه ما میتونیم تکنوکرات رو بیاریم سر کار ما میتونیم بچه های مهندسی و بهترین در حوزه اقتصادی در حوزه بهداشت سلامت نمیدونم اینا رو بیاریم کنار هم راجع به ایران صحبت کنن دیگه ایران رو بشناسن و, و کارهایی شده یعنی اینم نیست که کسی گانه. و آدم هر کیم جای خودش داره کار میکنه اما این کار به صورت بنیادی نشد یه نکته دیگه هم اضافه کنم به میگین که تخصص حالا چیست من تو اون تخ... حوزه تخصصی خودم دو تا چیزو چیز رو بلدم یکی اینکه راجبه اینکه شرایط ایدال چیست صحبت کنم راه حل چگونه باید باشد بله من یه ایران قشنگ میخوام یه دونه اینه که من چگونه به اونجا برسم سوال این است که این اتفاق چگونه میفته جمهوری اسلامی که داره خودکشی میکنه داره خودزنی میکنه تو همه بخشا داره از میر میبره خودشو یعنی اون که آدما به خودشون هم فکر بکنن بالاخره انسان ها میخوان نفس بکشن دیگه حالا شما هر کاری باشی تو مملکت برای زن و بچت هم اگه دغدغه داری البته میفسن خارج خیلی هاشون ولی در, در اون که کشن... شما هستن این مشکل رو چگونه حل میکنی حالا از اون بر ماجرا ما در مورد فردای براندازی صحبت میکنیم، فردای فردای اینکه جمهوری اسلامی رفت صحبت می کنیم هایی که رویاهای ساده, ساده و کودکانه که رفتیم همه با هم خوب میشن همه با هم برابر میشن قدرت رو از مرکز میدیم میدیم به بقیه چگونه چگونه حالا اولا که اون پس فردا چگونه این به نظر من پس فردای تازه انقلاب یه گویی رو گروهی رو داریم راجع به فردای انقلاب صحبت میکنن که صد روز اول خلا رو چه جوری پر کنیم نمیدونم این اینم تازه جدیده که افراد این رو درک کردن که یک خلای قدرت به شدت میتواند خطرناک باشه به خصوص اما... در جغرافیا مثل ایران اما سوال دیگه اینه که اون فردای خودش چه جوری میاد خیلی من ساده بکنم حرف شما شما اون فضا رو هنوز اون فضایی که فکر بکنه. بتونه به اون فردا هم حتی برسه نمیبینم. من الان اون چشمنداز رو یک چشمانداز برنامه شده با دارای برنامه نمیبینم اگر من مردم رو که متخصص به عنوان یک متخصص برای تحلیل اتفاقاتی که داره در ایران میفته اگر سوادش رو داشته باشم من اون رو نمیبینم من برنامه‌ای نشنیدم آیا برنامه مدونی وجود دارد شاید وجود دارد و من و شما نمیدونیم اگر وجود دارد خب به مردم گفته شفاف بشه بحث بحث این دیگه بحث یا دیگه نباشه شاید واقعا جاش الان هست که کار بشه اون هم باید فکر کنه که چه جوری میخواد خودش خب رو کنه خب برنامه رو بنویسه آیدا مدنی شما جزو کسانی من... هستید که باید کمک بکنید اینجور برنامه ها نوشته بشه چون من معتقدم اصلا اسم ببرم شاهزاده رضا پهلوی یک شخصیت سیاسی هست حالا و آدم دیگه که الان هستن توی این برحال که مطرحه اینها نیاز دارن یعنی دعوت هم کردن علنا و عموما نیاز دارن به متخصصینی که برن و کار بکنن و همین برنامه ها رو تدوین بکنن شما ب ب ب ب ب ب میگین که این رو نمیبینید این فضا رو مناسب نمیبینید اون دور از اون مرض رو اشاره کردید ایران رو و مردم ایران رو که میبینید توی این پنجش ماه گذشته فضا... خب شما رو نقد بکنم نه 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 در فضال... من جامعه متخصصین ایرانی خارج از کشور رو منظورم هست شاید شما یک نفر هستی از اون متخصصین که اتفاقا خیلی بیشتر از بقیه در داری حداقل صحبت میکنید ولی منظورم اینه که اینها تا نیان اون صورت مسئله نوشته نمیشه آره اینا میتونه چیز باشه حالا سوال اینه که من میتونم آدم رو بسیج کنم یا نه ما راجع به اشخاص صحبت نمی کنیم. بازم تاکید من اینه که تاکید من اینه که مهم نیست که چه کسی میخواد بره ایران رو چگونه در واقع ایران رو بگیره و بشه حاکم من میگم حاکمه مهم نیست هدف این این گروه این دکترها این متخصصین باید یه آرمان داشته باشن اون آرمان چیه بهبود کیفیت زندگی ایرانیان اگر این هدف من باشد من باید بتوانم علمم رو در اختیار بذارم علمم رو جایی که ازم سوال میشه پرسش میشه حرفم رو بزنم من میدونم که این افراد حداقل صحبت کردن با گروه های مختلف تخصصی در واقع رفتن سراغشون بهش فکر کردن این گونه نبوده ولی پس چیزی که قدم مثبت این به هر حال هر موقع که تخ... کسی رو بیاره به تخصص و طلب کمک بکنه حتما حتما چیز خوبی است بازم بگم هر هر حاکمی در دنیا یک روزی سرش در واقع این رو متوجه باشه که برای برای حکومتداری برای ساختن یک کشور به تخصص نیازه به دانش تخصصی اما باز یه چیز دیگه هم اینجا اضافه کنم چرا فکر میکنیم که لزوماً ماها بتوانیم از این بر دنیا نسخه های اجرایی خوبی داشته باشیم ما سر کلاس به دانشجوها میگیم که شما تا نری سر یه مزرعه فکر میکنی که کشاورزا عقلشون نمیرسه که باید آب رو چگونه استفاده بکنن چرا این همه آب از چاه بر مگه نمیدونن آب چاه تموم میشه برو دوبار اونجا و میفهمی که اونها کلی از این این لیسانس و فوق لیسانس و دکترایی که ما داریم ندارن ولی در اون حوزه ها تخصص خیلی خوبی دارند دانش زمینی هم لازمه برای دادن کارهای رای حلای اجرایی من گاهی وقتا با این با بعضی از دوستان صحبت میکنم راهحلهایی مثلا برای حوزه آب ایران دارن که من میگم بابا قرارگاه هم این ها رو گذاشته کنار سپاه هم دیگه این راهحلهایی که شما میخوایم برید بعد از براندازی اجرا کنید و به خاطر مسائل محیط زیستی یا فشار مردم گذاشته کنار شما حواستون هست که چه راهلی اج... در واقع میخواین اجرا کنید. تکنولوژی فقط مشکل ما نیست ما باید بریم، اگر به ایران میخوایم ایران رو اصلاح کنیم یا اصلا سیستمش رو عوض بکنیم ما باید در واقع اینستیتیوشن بسازیم ما ساختارها رو باید عوض بکنیم یه باوری وجود داره که خب اینا برن کی بیاد خب پس ما اینو این سوال, اینا... سوال من هست واقعا ولی قبلش آقای دکتر بزنیم به ما الان راجع به چالش ها صحبت کردیم خیلی هم چالش مطرح شد راه حل به نظر شما کجاست ببینید من یه چیزی که فکر می کنم بتونم مخالف باشم با شما در این صحبت آخری که مطرح کردید اینه ای که ما نمیتونیم از اینجا فکر کنیم که به آینده ایران چیکار می بکنیم چون اونجا نیستیم به هر حال هر کسی که مدعیه بر ما داریم راجع به کسانی صحبت می که مدعی هستن به هر حال این رژیم باید بره و اینها میتونن کمک بکنن به گذار از این سیستم به نظر من چیز دور از ذهن نیست که باید فکر بکنم به اینکه خب خودشون چه برنامه‌ای دارن برای آینده ایران کسانی که دارن به مردم میگن آقا جمهوری اسلامی باید بره و ما شما رو میتونیم کمک نه اینکه خودشون بخوان در نح... لزوما نقشی داشته باشن در آینده ولی ما کسایی هستیم که شما رو داریم تو این مسیر کمک میکنیم که برید به اون سمت گذار از این رژیم چرا نباید به نظر شما برنامه نوشته بشه اگر مخالفید با این راه حل شما چه من اینو نگفتم من نگفتم برنامه نوشته نشه گفتم برنامه بنویسه اتفاقا گفتم آدم ها وظیفه دارن که برد. برن پیدا بکنن پس من البته قبل از پیدا کردن راه حل شما باید شرح حال مریض رو متوجه بشی قبلش باید اول زحمت بدیم به خودمون بریم مطالعه بکنیم ببینیم مشکل چیز شرح مسئله رو در بیاریم وقتی که این کارو نمی‌کنی خیلی ساده است ما صبح تا شب اگه شبکه روشن کنیم بدون این به کسی منم جز اون مصاحب شونده ها اما مصاحبه هایی که ما میکنیم چی میگه که بله دیگه جمهوری اسلامی است و این کارا رو دارن میکنه و به خاطر و... همین مشکلاتو داریم من واقعا د... با این د... مسئله خودم د... د... شخصا در برنامه ها و مهمان هایی که دارم مشکل دارم و مطمئنم یه چالش بسیار بزرگ در رسانه های فارسی زبان الان همین همین آ... شما حالا آب و وردار مویزی سو ورد بعد نفر بعدی کارشناس بعدی راجع به اقتصاد همین رو میگه راجع به آموزش پرورش همین رو میگه راجع به انرژی ما همین رو تکرار میکنیم خب این ت... چه اتفاقی افتاده این باور ایجاد شده که الان اگر حاکم رو عوض بکنیم این داستان حل میشه حالا ما داریم دعوا میکنیم که اون حاکمه کی باشه این شکلی باشه یا نباشه حرفم اینه که ما این رو زیادی ساده نکنیم برای اینکه اگر این کارو بکنیم انتظار ایجاد میکنیم مردم اجازه بفرمایید مردم میخوان یک شبه ایران یه اتفاقات بزرگی براش بیفته نمیفته امکان نداره اگر کسی بگه دروغ میگه یروغ میگه مثل همون آدمی و این انتظار باعث یأس میشه باعث بدبختی میشه باعث بعدا آشوب ناراحتی و نارضایتی میشه اگه هر جزئیاتی که فکر میکنی باید براش کاری بکنی من حرفم چیز دیگری بود من گفتم برنامه بنویسیم ولی فکر نکنیم ما برتریم. فکر نکنیم که کارشناسان داخل کشور همه مثلا رفیق دزدن همه رانت دارن همه هم فاسدن منی که اینجا این بر دنیا هستم نه. از آسمان افتادم من, بقیده. یعنی من, من در ایران کار کردم من از داخل سیستم رو دیدم من, من جاسوس بودم میگن مدنی. جاسوس بودم جاسوس مردم ایران در بدنه جمهوری اسلامی بودم بسیاری از همکاران من انسانهای پاکی هستند دلشون برای محیط زیست میسوزد و زحمت میکشن خیلی هم دلشون خون از این از این سیستم من من اون دانش تخصصی اونا رو میخوام بذارم کنار فکر کنم که همه اونجا احمقن و عقلشون نمیرسه که که این کارو این کارو بکنه من, من, من این نه, نه, نه من میخوام بگم این, این هست ما این هست ما داریم میبینیم ظلم و داریم میبینیم درد و داریم میبینیم که مردم متفق قول میگن آنچه که هست رو نمیخوان این رو میدونیم اما حواس اون باشه که باید کار انتظار علکی ایجاد اون باشه که باید مسیر رو هموار بکنیم صرف ما نباشه. با شعار سیستمی از بین نمی رود همون جوری که سیستمی خوب نمی شود مگر سیستم موجود هر روز نمیاد یه شعار جدیدی میده ولی وضعیت داره بدتر میشه قیمت دلار داره هر روز میره بالا حالا هر شما 60 نامه بنویسید به دیگه دستور بدید و اه... خب خواهد... بذار من هنوز به اون پاسخ هم نرسیدم بدن <تصفح> این بحث رو ببندیم یه دنیای موازی رو فرض بکنیم شما به درستی اشاره کردید متخصصین خارج این دسترسی رو شاید الان دارن که برنامه بنویسن چون در دموکراسی زندگی میکنن متخصصین داخل کسایی که دلشون میسوزه قطعا کسانی هستن که در آینده اونها شاید باید همین برنامه ها رو اجرایی بکنن و کمک بکنن به بهتر شدنش اون که اصلا درش شکی نیست من من بسیار از خود همین شخصیت های شناخته شده و بقیه شنیدم که اتفاقا خیلی هاشون میگن هم رهبران هم متخصصان هم کسایی که این مملکت در آینده بسازن همه الان در داخل ایران هستن حداقل در این گفته میشه و مطمئنم که عقیده هم شاید خیلی همین هست یه دنیای موازی رو فرض کنیم. اصلا از این دنیای فعلی و شرایط فعلی بیایم بیرون در نظر سنجی هایی هم که مطرح شده شما همیشه جزو شخصیت هایی هستین که اسمتون بوده به عنوان کسی که در آینده ایران مسئولیتی رو قبول می‌کنین حالا مشخصاً به عنوان وزیر محیط زیست شما رو همیشه اسم می‌برن من میگم مثلا با توجه به تخصصی که دارید در یک سمت عالی مدیریتی شما در ایران آینده مشغول هستید در ایرانی که مردم الان فریاد میزنن در خیابون و خواهانش هستن زمانبندی راه حل و این ساختارهایی که خودتون اشاره کردید باید تغییر بکنه تا ما بریم تازه به سمت حل شدن موارد اون هم نه در یک روز و دو روز اون چجوریه از نظر شما اون زمانبندی و اون ساختار و اون راه حل در چه غالبی هست خیلی کوتاه اگه خیلی بحث طولانی میشه آره خیلی خیلی طولانی میشه ولی اتفاقا کوتاهش همینه که فکر کنم پنج سال پیش همین شا شاید وزیر محیط زیست شدن یکی از بدترین پستهایی که یک نفر میتونه داشته باشه به خاطر اینکه احیای محیط زیست منهدم شده در سیستمی که اقتصادش هم برای تامین خلاص مخارجش دوچار مشکله و تنها راه حلش در حالت مقاومتی خلاصه از جیب خوردن و استخراج منابع طبیعی و فروش نفته کسی نمیتونه محیط زیست رو در واقع نجات بده نجات محیط زیست غیر عملی است برای همینم هم میگم که زمانی باید این انتخاب و کرد اگر امسال من هم بخوان برن ایران و کمک بکنن که بدونن که محیط زیست بخشی از اون عدالت محیط زیست یک محور است رسیدن به اون اما در خلع رخ نمیدهد من نمیتوانم محیط زیست رو نجات بدم من نمیتوانم عدالت محیط زیستی رو برقرار بکنم در یک سیستمی که دموکراتیک اداره نمیشه من نمیتونم بخش محیط زیست رو شفاف بکنم در یک سیستمی که تصمیم گرفته شفاف نباشه نمیشه فساد زدایی کرد در یک بخش کوچکی از یک مجموعه در هم تنیده اگر همه بخش ها نخوان این کارو بکنن و البته برعکسش هم هست اگر ادالت محیط زیستی نقض میشه حتما حق و حقوق هموطن کرد من و بلوچ من و عرب من نقض میشه هموطنان ما در بخش های مختلف اگر نگاه بکنیم گاهی وقتا تبعیض هایی که هست سیستماتیکه در بخش محیط زیست نبود تا اون روزی که برسیم به اینکه در یک سیستم دموکراتیک بشه این تغییرات رو اعمال کرد و آغاز کرد در واقع تغییر ساختار رو برای بهبود وضعیت شاید فرصت بهترین فرصت همین الان هست برای اینکه بخواد به نوشته نوشت شدن در واقع این برنامه ها یکی فرصت. از بهترین فرصت هاست برای اینکه ضرورتش امروز بیشتر از گذشته داره حس میشه مردم تو خیابونن خواسته رو هم دارن فریاد میزنن سیستم هم تو همه بخشا داره یکی پس از دیگری سقوط میکنه درسته این رو پس داریم می‌بینیم اما کجان نخبگان برنامه ها رو اووردن رهبران سیاسی برنامه‌هاشون اوردند، اووردن راجب برنامه ها حرف زدن نمی‌شود که رفت به یک کشور رو در دست گرفت و, 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 و جز ایاد نداشت. نداشت و نمی‌شود کشوری رو حفظ کرد و براش برنامه نداشت یعنی این همه اینها رو اگر کنار هم بذاریم در یک ایران آرمانی برای من حفظ محیط زیست حفظ منابع طبیعی یک وظیفه ملی است پس اینجا یک... میشه این قول رو از شما گرفت که اون شرایط رو مهیا ببینید جز کسانی هستید که حتما کمک میکنید بیندار. من تلاشم رو تا روز بدون بدون بودن در واقع مهیا بودن اون شرایط و با مهیا بودن اون شرایط در جایی که میتوانم شده تر تلاشم رو سوال کرد. خوبی هست. چیزی که ما رو به ما امید میده اینه که ما یک سرمایه انسانی بزرگی در داخل و خارج از کشور داریم بسیاری از بچه های خارج از کشور ما تو این نباشه خودم رو میگم من گاوی هستم که علفم رو در ایران خوردم تا لیسانسمو گرفتم حالا خیلی ها بعد از این و موقع شیر دادن اومدم بیرون رفتم به کشور خودم شیر بدم البته نذاشتن ولی ولی ما به هر حال میتوان این سرمایه انسانی یک جا رفته در یک بانکی قرار گرفته این بانک خارج از کشور و میتواند برگردد اگر روزی انتخاب بکند بهره خوبی هم. هم روش میاد چون و... دانششون داره هر روز اضافه میشه و متخصصین دارن تجربه با تجربه تر میشن به و هم این قسمت ام امید بخش. قسمتی که باید نگرانش بود اینکه ارتباط قطع بشه که درستی از شرایط وجود نداشته باشه جامعه با در واقع متخصصین با جامعه ارتباطشون از بین بره ما همون تو ایران هم بزرگ بشیم در شهر خیلی از جاها رو نمیشناسیم نمیدونیم در خیلی. من من شخصا وقتی رفتم ایران و در بعضی از مناطق کار میکردم بازدید میکردم تصاویری رو میدیدم که فکر میکردم اینا مثلا متعلق با بعضی جاهای آفریقاست یا که آمریکای جنوبی است برای من بچه‌ای که بچه کوچکی که با در با خرش میاد و دبه آب و من این رو تو توی رواندا دیده بودم توی اتیوپی دیده بودم برای خودم خیلی سخت بود دیدن این در در لورستان در ایران خودمون این ارتباط وقتی وجود نداشته باشه درک جامعه سخت میشه باید یک گروهی خلاصه فارغ از شرایط سیاسی و من آرمانم حالا خیلی هم میدونن تو این سالهای اخیر که اومده بودم بیرون از ایران من برای خودم یک رویا پردازی کرده بودم من گفتم یکی از چالش هایی که من در ایران دیدم چالش آگاهی بود و سلاح آگاهی یکی از سلاحهایی بود که من احساس کردم میشه باش به مردم ایران کمک کرد توانمندشون کرد آدمایی که دلشون برای کشور میسوزه آدمایی که از شرایط ناراضی هستن که حداقل دست به انتخاب های درست بزنن بتونن درست مبارزه بکنن بدونن که چه خواسته هایی باید داشته باشن رسانه نتونه هر حرفی رو بهشون بده و بهشون قالب بکنه آدم ها نتونن هر دروغی رو بهشون بگن خلاصه دنبال راه یکی از زیبایی های همین انقلاب پنج ماه اخیر هم همین هست هم در داخل کشور و هم در خارج کشور نسلی اومده وسط که شاید همطور که شما درسته اشاره کردید اون درک درستتر از شرایط رو داره یک و مهمتر از اون چک سفید به کسی نمیده یعنی حواسش خیلی بیشتر از جمعه تا و یک نسل آرمانگرای ایدئولوژی گرایی که واقعا شاید عامل اصلی وضعیتی هست که ما داریم این روزا میبینیم آقای دکتر مدنی سوال آخرم هست از شما بحث بسیار طولانی ولی فکر میکنم جذابی شد برگردیم به دنیای واقعی ایران امروز ما ایرانی که میبینیم میخونیم میشنویم تجربهش میکنیم لمسش میکنیم به خصوص توی این چند ماه اخیر مجموعه عوامل یک حکومتی که از نظر من و مطمئنم از نظر شما مشروعیت سیاسیش رو از دست داده با هر حال مردمی که اومدن در خیابون و شعارهایی که میشنویم ایرانیان عصبانی که ما میبینیم چه در داخل کشور که متاسفانه در ردیف اول این مبارزه هستن و جونشون رو گذاشتن کف دستشون ایرانی های خارج کشور که شاید در این 44 سال بی سابقه بوده این حجم از توجهی که به اتفاقات درون ایران نشون میدن و حالا شخصیت هایی که در حوزه سیاست الان فعال هستن یعنی منظورم همه شخصیت های سرشناس و کسانی که ما در خبرها میبینیم و میشنیم و تلاش دارن که در قالب یک همبستگی در قالب یک همکاری برن به که بشه بر حال ایران رو برد به جای بهتری از امروز داریم به کجا میریم من امیدوارم امیدم رو از شعار میگیرم امیدوارم از حرف های مردم میگیرم امیدم رو از تلاش های مردم میگیرم امیدم, می امیدم رو از کامنت هایی که در فضای مجازی میبینم میگیرم از تحولاتی که میبینم از نسلی که فریاد میزنه خواسته های متفاوتی داره شجاعه میگیرم از همبتنانی که به تکاپو افتادن در خارج از کشور میگیرم اما همه حرفم هم این بود که باید همزمان در کنار امیدوار بودن واقع بین هم باشیم آدم های بدبینی هم حتی حضورشون واجبه که کمک بکنن به اینکه ما روی پاهامون روی زمین باشه و روی زمین راه بریم و برنامه داشته باشیم من تو این لحظه برنامه‌ای برای رسیدن به اون فر... پس فردایه. جمهوری اسلامی رو نمی بینم شاید وقت زیادی نمونده برای نجات ایران امیدوارم که آدم ها کنار هم بیان اون خلاه ها رو بفهمن درک بکنن فکر پس فردا باشن و حرف های خوب فکر فردا و خلاه در واقع خلاهی که میتواند رخ بدهد باشن فکر رسیدن به فردا هم باشن برای من حفظ ایران و سلامتی و شادی مردم ایران و عزتشون در دنیا مهمه و هر کسی که بتواند اون رو بیاره و به این باور برسم که کسی وجود دارد که بتواند اون کار رو بکنه حتما زیر پرچمش و کنارش کار خواهم کرد و کمک خواهم کرد البته الان در حال حاضر مسئولیت من رسیدن به دنیاست و محدودیت هایم به خاطر کار کردن برای سازمان ملل دارم و نمیتونم در شرایط داخلی کشوری لزوما دخالت بکنم اما میدونم که بسیاری از افراد دیگری در حوزه اکادمیک امروز سوال میکنن دلشون میخواد برای ایران کار بکنن و این هم چیزی است که اون من امید میده که اون فرزندان خلاص انقلاب بتونن به زودی رقم بزنن اون شرایط و و پلتفرمی رو درست بکنن برای دادن تولید دانش و تولید اطلاعات درست دقیق درست و دقیق و علمی در مورد ایران بسیار جالب مرسی از شما دکتر کابه مدنی <applause> که وقت گذاشتید و در این هوای سرد و تورنتو با من گفتگو کرد ممنون از